متا اعلام کرده که با استفاده از خوندن امواج مغز انسان میتونه رمزگشایی کنه که اون شخص داره به چی فکر میکنه یا چی رو داره میبینه. این یه آفیس دکتر مجهز به هوش مصنوعیه. کابین همه کارا رو میکنه، از شخص آزمایش‌های مختلف میگیره. پلیس دبیه که اومده از یک ماشین‌های خودران برای گشت زنی تو خیابون‌ها استفاده کرده. از روی صدای شخص میتونن دیابت نوع 2 رو تو اون شخص تشخیص بدن. خب این خیلی عجیبه. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه مدت باز نبودم، ولی اگه تو لینکدین بودید یا پست کامیونیتی رو دیدید میدونید که دفاع کردم. یه ماه مشغول دیگه آماده سازی برای دفاع دکترا بودم و خب خوشبختانه تموم شد و ممنون از همه تبریکاتتون. تو این یه ماهی که نبودم خیلی اخبار AI و هوش مصنوعی زیاد بود و واقعا اخباری بود که نمیشد ازشون گذشت. تو این مدت من کم و بیش حواسم بود، ولی بیشتر سعی می‌کردم حواسم تمرکزم روی کردن دکترا باشه، ولی یه سری اخبار بود که واقعا حالت دراما گرفته بود تو دنیای AI و هوش مصنوعی. شاید اخبار OpenAI و اخراج سم آلتمن از OpenAI و دوباره اتفاقایی که افتاد که منجر به برگشتنش شد شاید شنیده باشید. من میخوام برای اون یه ویدیو جدا درست کنم که ببینیم که اصلا چی شد، اخراج شد برای چی. یه چیزی هم که اخیراً صدا کرد کیوستار یا کیو استریکس یا کیو ستاره، که یک جورایی خبریه از مدلی که خیلی داره به هوش مصنوعی عمومی نزدیک میشه. اینم یه خبریه که خیلی صدا کرد، برای اونم احتمالاً یک ویدیو دیگه بسازم که مفصل‌تر در موردش صحبت کنیم. ولی اخبار دیگر رو تو این ویدیو که همشون خیلی جالب و مهمن، از متا و مایکروسافت گرفته تا دیپ مایند و مدل گروک مال ایلان ماسک و یه سری اخبار کاربردهای جالب هوش مصنوعی توی پزشکی، توی صنعت، تولید تصاویر، تولید ویدیو و تولید تصاویر سه‌بعدی. حتما ویدیو رو تا آخرش ببینید، چون اخبار رو به ترتیب اهمیت نذاشتم و همین جوری همه خبرها واقعا به نوبه خودشون جالبن. البته اینقدر خبر رو زیاده ممکنه دو پارت بشه. حالا من ویدیو رو میگیرم ببینم که دو پارت، توی یک پارت همه خبر رو میشه گفت، ولی احتمالاً توی دو پارت بذارم، ولی حتما پارت دوم رو هم ببینید. خب قبل اینکه بریم سر وقت خبرهای اصلی و جالب، یه دوتا مورد سریع میخواستم بگم که اینا مهمن. یکی اینکه دانشگاه استنفورد اومده یه شاخصی تعریف کرده برای ارزیابی شفافیت این مدل‌های معروف LLM یا Large Language Model مثل همین GPT-4، LAMA2 و Claude 2، Palm 2، مال شرکت‌های بزرگن اینا همشون. و این شاخص بر چه اساسی این شاخص تعریف میشه یا محاسبه میشه؟ یه سری پارامترها تعیین کردن، مثل اینکه مثلا چقدر شفافیت دارن تو اینکه داده‌هایی که برای آموزش این مدل‌ها استفاده کردن از کجا میاد، نیروی کارشون از کجا میاد، متدها و روش‌هایی که استفاده کردن برای این مدل‌ها چقدر شفافیت داره و ریسک‌هاش چیه و کلاً اینجور. یه سری پارامترها اینجوری تعریف کردن و برای هر کدوم از مدل ها برای اینا امتیاز دادن و نهایتا جمع اینا شده یک امتیاز کلی که اگه ببینیم لاما 2 متا از همه امتیازش بیشتره و GPT-4 رتبه سوم، پالم 2 گوگل پایین‌تره و آمازون، تایتان تکست آمازون از همه پایین‌تره. و خب جالبی اینه که اومدن الان دیگه انقدر مدل های LLM زیاد شده، مدل های گفتاری زیاد شده، دیگه دارن ارزیابیشون رو یه مقدار ساختار بندی شده، یه مقدار سیستماتیک تر دارن میکنن، که این خب نکته مثبت و خوبیه. یه خبر جالب دیگه هم در مورد انویدیا است که از نقطه نظر سیاسی خیلی جالبه. اینکه انویدیا همونطور که میدونید به تولید کننده چیپ های گرافیکی یا GPU معروفه و الان برای هوش مصنوعی GPU ها و این واحد های محاسباتی یکی از مهمترین عنصر هاشن و انویدیا شرکت پیشتاز تو تولید این GPU ها و واحد های پردازن است. و یه موردی که مهمه، انویدیا یک سری چیپ های GPU مشخصا برای AI ساخته که خیلی قوی هن و از نظر محاسباتی خیلی سریع محاسبات رو انجام میدن. قبلا انویدیا یه دونه چیپ ساخته بود به نام H100 که
آمریکا ممنوع کرده بود که این به کشورهای دیگه به خصوص چین صادر بشه، برای اینکه خب آمریکا میخواد قدرت اول تو هوش مصنوعی خودش باشه و خیلی این قدرت رو به کشورهای دیگه نده. و الان انویدیا اومد یه چیپ یه مقدار ضعیف‌تر از قبلی زد و اسمش رو گذاشت H800 و آمریکا صادرات این رو هم ممنوع کرده به چین. و خب این نشون میده که واقعا رقابت آینده قدرت‌ها بر سر همین AI خواهد بود و واسه همین آمریکا خیلی مواظبه که یه سری تکنولوژی‌ها که به کشورهای دیگه به خصوص چین و روسیه قدرت میده نذاره دستشون بیفته. خبر دیگه در مورد متاه که این خبر واقعا خیلی خبر خارق‌العاده ای. البته این سری کلا خبر جالب زیاد داریم. این ویدیو و ویدیوی بعدی دو پارت کردم ویدیو رو، بالاخره تصمیم گرفتم. ولی خبرها اصلا به ترتیب اهمیت نیست. یعنی حتما پارت بعدی رو ببینید چون خیلی خبرهای جالبی هم تو این قسمت هم تو قسمت بعدی هست. این یکی از اون خبرهاست که متا اعلام کرده که اومده با استفاده از خوندن امواج مغز انسان میتونه تقریبا رمزگشایی کنه که اون شخص داره به چی فکر میکنه یا چی رو داره میبینه. قبلا این روش توی تصاویر MRI یا FMRI تقریبا قابل انجام بود، یعنی تونسته بودن دست پیدا کنن. توی یکی از ویدیوهای قبلی من بهش اشاره کرده بودم، ولی خب این مستلزم این بود که شخص بره توی دستگاه MRI و FMRI بخوابه و تصاویر مغزش ثبت بشه و بعد اون تصاویر تحلیل بشه. اما این صرفا خوندن امواج مغز با یک روشی به نام MEG، یعنی کاملا خارج از مغز اون امواج رو میگیره، اصلا لازم نیست چیزی درون مغز جاگذاری بشه. و اینجا یه سری نمونه ها از عملکردش نشون داده، یعنی تصویر سمت چپ تصویریه که به شخص نشون داده شده و تصویر سمت راست تصویریه که این الگوریتم تونسته بازسازی کنه و میبینیم که بی‌نقص نیست اما خیلی نزدیکه. مثلا اینجا تونسته بفهمه که اون شخص داره به یه چیز پرنده فکر میکنه، یا اینجا فهمیده که یه حیوان قهوه‌ایه، یا اینجا یک میوه مانند قرمزیه، یا اینجا فهمیده که به پنیر داره فکر میکنه، حالا دقیقاً شکلشون نیست، ولی میبینید که کلیتش رو حداقل تونسته درست تشخیص بده. و این خیلی واقعاً هم خارق‌العاده است هم ترسناکه، به خصوص اینکه متا از یه طرف دیگه داره این هدست های واقعیت مجازی رو داره و هی داره اونها رو پیشرفت میده و خب اگه به این تکنولوژی دست پیدا کنه میتونه رو اونها هم پیاده سازی کنه که مغز شخص مستقیم خونده بشه و واقعا باید امیدوار بود که برای چیزهای دیگه ازش استفاده نشه. خب یه خبر جالب دیگه در مورد پلیس دبیه که اومده از یک ماشین های خودران که این شکلیان برای گشت زنی تو خیابون‌ها استفاده کرده و این ماشینا مجهز به سیستم خودران با استفاده از هوش مصنوعی هستن، مجهز به دوربین هستن که اطرافشون رو می‌بینن و آنالیز می‌کنن و مجهز به یه سری درون‌ها هستن که جاهایی که خود ماشین نمیتونه بره درون‌ها رو می‌فرسته، اونا میرن گشت می‌زنن و خب اون تصاویری که دوربیناش می‌بینه اونا رو هم با استفاده از الگوریتمایی که تو خودشه تحلیل می‌کنه و اگه چیز مشکوکی ببینه به ایستگاه پلیس گزارش میده و کاملاً اینا خودران توی سطح شهر گشت میزنن. حالا صحبت از ماشین های خودران بود. یکی از شرکت هایی که تو این زمینه خیلی داره کار میکنه، علاوه بر این شرکت های بزرگ ماشین رانی، شرکت اوبر هستش که اوبر اگه آشنا نیستید یک شرکت خیلی بزرگیه مثل در سطح جهان، مثل اسنپ داخل ایران، که با استفاده از اون میتونید تاکسی یا ماشین سفارش بدید و اومده یه قابلیت جدیدی گذاشته که شما وقتی ماشین سفارش میدید یک آپشن هم اینه که یک ماشین بدون راننده میتونه براتون بفرسته، یعنی شما میتونید انتخاب کنید که ماشین بدون راننده باشه که اسمش ویمو هستش. البته این قابلیت فعلا فقط تو شهر فینیکس آمریکا قرار ارائه بشه و ببینن اگه موفقیت آمیز باشه خب به شهرهای دیگه هم گسترشش میدن. بریم توی یک حوزه دیگه، توی حوزه صوت و صدا. یک مدلی جدیدن ساخته شده و ارائه شده به نام سالمون و کارش اینه که به شما اجازه میده که با یک فایل صوتی یا صدا بتونید چت کنید. یعنی چی؟ یعنی که صوت رو ورودی میگیره و کاملا آنالیز میکنه که داخل این صدا چی هست و چه صداهایی میاد و بعد شما به صورت گفتاری میتونید باهاش چت کنید و در مورد اون صوت ازش سوال بپرسید. اولا که کدش کاملا به صورت اوپن سورس وجود داره. من لینک همه این منابعی رو که میگم توی دیسکریپشن میذارم. اگه کسی علاقه داشت حتما بیایید امتحان کنید، چون اینا حالت فعلا کد به صورت رابط کاربری وب وجود نداره، ولی دموی وبش هم به صورت فایل پایتون گذاشته شده، میتونید تست کنید. یه سری نمونه ها خودش اینجا گذاشته، مثلا این صدا رو ببینید. Can you guess where I am right now?
خب این به نظر میرسه که یه سری صدای تیراندازی میاد و یک شخصی اون وسط صحبت میکنه، میگه که حدس میزنی من کجا هستم؟ و شما میتونید حالا این صدا رو ازش بپرسید که این صدای چی بود داشت میومد و اون شخص و این صدا چی گفت، و این بهتون میگه که این به نظر میرسید که یه منطقه جنگیه و صدای تیر و انفجار میاد و شخص گفتش که حدس بزن کجا هستم. خب این توی صدای مختلف چند تا دمو داده. قبلا این دموش توی هاگینگ فیس بود که میشد میتونستین امتحان کنید، ولی الان برداشتن، نمیدونم چرا. ولی این کاربرد، حالا اینجوری شاید بگید خب خودمون داریم میشنویم دیگه، این چیه، لازم به چت کردن نیست. اما این یه کاربرد خیلی مهمترش، حالا یه چند تا کاربردش که میشه متصور شد. اولا برای افراد ناشنوا خب خیلی میتونه جالب باشه، حالا یه صدایی رو میتونن چت کنن بپرسن این چه صدایی بود. دوم اینکه توی یک سری پلتفرم های مدیا، مثلا یوتیوب، که البته شرکت هایی مثل گوگل، متا، اینا حتما خودشون توی سیستم های خودشون، توی مؤسسات تحقیقاتی خودشون به این تکنولوژی ها دست پیدا کردن، این صرفا مال یه گروه تحقیقاتی کوچیکه که اوپن سورس هم کردن، ولی یوتیوب خودش قطعا این توانایی و تکنولوژی بهش رسیده که توی ویدیوهاش میتونه از رو صدای اونا بر روی تصویرشون تقریبا در بیاره که محتوای این ویدیو چیه، و فقط بسنده نکنه به اون عنوانی که کاربر مینویسه یا به اون دیسکریپشنی که کاربر توی ویدیویی که میذاره توی یوتیوب. علاوه بر اون یوتیوب خودش هم میتونه ویدیو رو آنالیز کنه و دستش بیاد که محتوای این ویدیو چیه. تو همین بحث صدا و آنالیز صوت و صدا، یه خبر جالب این که یه گروهی اومده یه الگوریتمی ساخته که برای گیمرها، به خصوص گیمرهایی که توی بازی‌های آنلاین بازی می‌کنن و همزمان با بازی کردن صحبت می‌کنن با بازیکن‌های دیگه توی جاهای مختلف به صورت آنلاین، و حالا مثلا وسطش شاید یه چیپسی چیزی هم می‌خورن، این یه الگوریتمیه که میاد صدای چیپس و فقط از اون وسط از صدای اینا به صورت همون لحظه که داره صدا پخش میشه حس میکنه. حالا اینم کاربردهای کوچیک و سرگرم کنندش در واقع. توی این ویدیو من یه چند تا خبر مهم پزشکی هم میخوام بدم در زمینه هوش مصنوعی، و در مورد GPT ها میخوام صحبت کنم که فیچر جدید اوپن ای آی و چت GPT هستش. ولی قبلش بذارید یه چند تا خبر در مورد حالا یه چند تا ابزاری که تو زمینه های حالا هنری هستش، اینا هم خیلی مهمن و پیشرفت های خیلی مهمی ایجاد شده تو این زمینه. ببینید ایجاد تصویر از روی متن توسط هوش مصنوعی الان یه مقدار دیگه برامون خیلی ملموستر و آشناتره، و خیلی الگوریتم های قوی مثل مید جرنی، لئوناردو ای آی، فایرفلای ادوبی و اینا ابزارهایی هن که خیلی الان قدرتمند شدن و عکسهایی با کیفیت خیلی بالایی می سازن. به خصوص از نظر من مید جرنی جزو قوی ترین هاشه، با اینکه حالا رایگان نیست، ولی لئوناردو داد ای آیا خیلی خوبه، اونم اگه علاقه داشتی میتونی امتحان کنی. ولی الان توی خیلی اپلیکیشن های مختلفی این قابلیت داره ارائه میشه، توی همین بینگ، چت بینگ هم میتونید امتحان کنید، توسط الگوریتم دالی براتون تولید میکنه. اما تولید ویدیو با استفاده از هوش مصنوعی هنوز اونقدر قوی نشده که تولید تصویر قوی شده، و خیلی شرکت ها هنوز دارن روش کار میکنن. یکی از اینا مورف استودیو هستش که نمونه کارهاش رو میتونید ببینید و یک سری ویدیوهای 3-4 ثانیه‌ای بر اساس اون پرامپت یا متنی که بهش میدی تولید میکنه. اینجا که خیلی نمونه کاراش جذاب و جالبه و شما میتونید خودتون امتحانش کنید توی دیسکورد. اگه تو دیسکورد ثبت نام کنید و لاگین باشید، این دکمه رو بزنید، توی دیسکورد براتون بازش میکنه. ببینید تو دیسکورد، اگه بریم تو قسمت ویدیو جنریشن ها، اینا چیزایی که بقیه کاربرا تولید کردن و شما میتونید ببینید. حالا من خودم نمیزنم چیزی رو تولید کنه چون زیاد طول میکشه، تولید ویدیو هنوز خیلی کنده، مثلا یه چیز 3-4 ثانیه‌ای رو واقعا 10 دقیقه بیشتر طول میکشه، ولی کیفیت ویدیوهایی که مثلا تولید کرده رو میتونید ببینید. خیلی حرکت شدیدی ندارن، با اینکه مثلا شما اینو ببینید، اولا صورت ها خیلی مشکل دارن هنوز، بعدش هم حرکت ها اونقدر نرم نیستن هنوز، خب با این کیفیته، ولی خب مثلا چیز جالبیه دیگه، از اون اوایل کار خیلی بازم پیشرفت کرده. حالا اگه علاقه داشتید میتونید برید حتما امتحان کنید. یه مورد دیگه از اینا هم مال شولبه به نام شو یک، که اینم تولید ویدیوه و خب این نمونه هایی که تولید کرده رو اینجا گذاشته، مثلا این ایلان ماسک که یه دونه هندونه دستشه، و دموهایی که گذاشته اینجا میتونید ببینید. این یه پاندایی که داره سلفی میگیره، این به اون صورت ابزارش خیلی در دسترس نیست. البته توی هاگینگ فیس یه دمو گذاشتن که شما میتونید امتحان کنید، من لینک همه اینا رو میذارم، که یک پرامپت بنویسید و ویدیوش تولید بشه. البته من هر سری تلاش کردم، انقدر طول کشید که آخرش ارور داد،
و واقعا فکر نمی‌کنم کیفیت کارش به اندازه یه سری ابزارهای دیگه باشه. به نظر من توی تولید ویدیو با استفاده از هوش مصنوعی دو تا از قوی ترین ابزارها، یکی پیکا لبز هستش که اینم لینکشو براتون میذارم، الان خیلی پیشرفت کرده و جزو قوی ترین هاست توی تولید ویدیو، و یکیش الگوریتم جن توی رانوی امله که اینم خیلی ویدیوهای قوی تولید میکنه. در کل این دوتا جزو قوی ترین ها هستن توی تولید ویدیو. ولی خب پیکا لبز هنوز نمیشه ازش استفاده کرد، یعنی ثبت نام هم کنید میگه توی ویت لیست میذاریمتون، منتظر باشید. و رانوی امله هم قبلا توی یکی از ویدیوام تست کردم، دیدید. تو ویدیو بعدی هم حالا یک مقدار در موردش بازم صحبت میکنم. اما یه ابزار دیگه هم که برای تولید ویدیو هست و میتونید کاربردی ازش استفاده کنید، مونولی هست. اینم جزو خیلی معروف ها و قوی هاست که نمونه کاراش هم اینجا میتونید ببینید و تصاویر نسبتاً های رزولوشنی هم تولید میکنه و شما میتونید تو دیسکورد اونم امتحان کنید. اینجا الان دیسکوردشه و این ویدیوهایی که اشخاص دیگه تولید کردن. این باز نسبتاً بهتر از اون یکیه که نشون دادم، اما باز چشم‌ها خیلی طبیعی نیست. مال مورف استودیو چشاشون اکثراً بسته بود همیشه، ولی مال این خیلی احساس می‌کنم کیفیت صورت‌ها آدم‌ها بهتره. ببین چقدر قویه. دست ها همیشه معمولا خیلی مشکل داره تو اینجور مدل های تولید عکس و تولید ویدیو، خیلی جالبه چون منطقی پشتش نیست، ولی به نظرم واقعا ویدیوهای خیلی قشنگی تولید کرده. یک مورد دیگه هم که علاوه بر تولید عکس و تولید ویدیو هست، تولید آبجکت ها یا مدل های سه‌بعدیه. برای کسایی که طراحی مدل های سه‌بعدی میکنن یا گیم میسازن، اینا هم چیزای جالبیه. یکی از اینها ماستر پیس ایکس که شما با استفاده از یک پرامپت میتونید یک مدلی آبجکت سه‌بعدی درست کنید. اینم حوزه یه که الان خیلی شرکت ها دارن روش کار میکنن و یه مقدار هنوز تو مراحل اولیه‌اش هستن. خیلی تحقیق توش زیاد شده، ولی اون ابزارهایی که الان به صورت وبسایت برای ما کاربردی و قابل استفاده است ایناست. یکیش همین ماسترپیس ایکس که شما بعد اینکه لاگین کنید میتونید حالا اولا یه سری نمونه کارهایی که توسط این الگوریتم تولید شده رو ببینید. خب یعنی مثلا بد نیستن، حالا هر آیتمی روش بزنید میتونید از همه زاویه ببینید و فایل GLB شو دانلود کنید. حالا قبلا این یه حالت تست و دموشو گذاشته بود که الان اونو برداشته که شما میتونستید خودتون یه چیزایی تولید کنید، ولی الان اونو برداشته. ولی اینا چیزایی که نشون میده تو چه لولی الان توانایی داره آبجکت های سه‌بعدی تولید کنه. حالا یه سری گفتم که تحقیقات زیاد داره میشه، یکیش GSGen که یه مقاله است و کدش وجود داره به این صورت، اینا رو سریع رد میشم. یکیش گاوسیان دریمره که شما میتونید ببینید که چی تولید کرده با چه کیفیتی، و باز هم این کدش در دسترس هست. مثلا این نمونه رو ببینید داره کم کم جزئیات آبجکت سه‌بعدی رو بیشتر میکنه. این خیلی چیز جالبیه که از یک چیز خیلی زمخت میاد کم کم میسازه و جزئیاتش رو بیشتر میکنه. روشش اینجوریه. اینم یکی MV Dream و اینجا مثلا یک سری نمونه هایی که از چیزهایی که تولید کرده رو داره. اما یکی دیگه از این ابزارهای کاربردی مال لوما لبز به نام جینی که اینم یک آبجکت سه‌بعدی براتون تولید میکنه و به نظر میاد با کیفیت خیلی خوبی، حتی با تکسچرهای مختلف، جنسهای مختلف هم ایجاد میکنه. و این رو هم توی دیسکورد میتونید امتحان کنید و به این صورتی که شما یک پرامپت بهش میدید. اینجا مثلا نوشته دستگیره در، یه دستگیره در با تم گاتیک درست کن و 4 نمونه بهتون میده. شما انتخاب میکنید، مثلا من از نمونه 4 خوشم اومد. اینو که میزنید یه مقدار کیفیتشو بهتر میکنه و با کیفیت بهتر وقتی کلیک کنید روش توی همچین صفحه باز میکنه که میتونید از همه زاویه ها ببینیدش و نهایتا دانلودش کنید و به فرمت فایل GLB براتون دانلود میکنه به صورت یک مدل سه‌بعدی. و بعدا این فایل GLB رو میشه توی نرم افزارهای مدلینگ سه‌بعدی مثل بلندر اینا باز کنید و ادیت کنید هر جوری که میخواید استفاده کنید. خب میرسیم به این خبر مهم در مورد OpenAI. ببینید OpenAI اومده یک فیچر جدید ارائه داده به نام GPT ها، یه جورایی مثل یک ابزارک های کوچیکن. خود چت GPT خب اگه
دیده باشید یا خاطرتون باشه یه همچین محیطی داره که میشه باهاش چت کرد و هر سوالی میخواید ازش بپرسید. و قبلا معرفی کردم که یه سری پلاگین ها داخلش ساخته شده که میشه از اونها استفاده کرد. اما یه چیزی که جدیداً اوپن ای آی اومده معرفی کرده، این جی پی تی هان که یه جوری جایگزین اون پلاگین ها هستن، اما حالتیه که شما میتونید بیاید یک چتباتی بسازید که شخصی سازی شده برای خودتون یا اون کاری که میخواید یا اون اطلاعاتی که میخواید باشه. یعنی بیسش همون چت جی پی تیه، به علاوه اون اطلاعاتی که شما بهش اضافه میکنید تا تون کار خاص تخصصی بشه. مثلا یک بازی خاصی رو که یک بازی ایرانی هستن، شاید چت جی پی تی نشناسه اون بازی رو، این مثالیه که دارم میزنم، یه جی پی تی بسازید، اون بازی خاص رو بهش رو یاد بدید. حالا این همه توانایی های چت جی پی تی رو داره به علاوه اون دستورالعمل اون بازی خاصی که بهش یاد دادید. یا اینکه بیاید مثلا روی یک سری اطلاعات شرکت خودتون این اطلاعاتو بهش بدید که اونا رو هم یاد بگیره، یک جی پی تی بسازید مخصوص اطلاعات شرکت خودتون و بعد بتونید با اون چت کنید هر جا اطلاعات خاصی میخواید ازش بگیرید و اینا. و دو نکته مهم وجود داره، یکی این که ساختن این جی پی تی ها خیلی راحته و اصلا نیازی به برنامه نویسی نداره، البته در صورتی که ورژن پلاس داشته باشید. من دیگه ماه اخیر دیگه پلاسمو تمدید نکردم، الان معمولیه، ولی خب از روی دموش نشونتون میدم که شما میتونید به خود چت جی پی تی بگید که من میخوام یه جی پی تی شخصی سازی شده بسازم، یه سری سوالا ازتون میپرسه که کاربردش چیه، کارش چیه، چه اطلاعاتی میخواید داشته باشه. شما به صورت چند تا داکیومنت میتونید اطلاعاتتون رو بهش بدید که اونا رو یاد بگیره و نهایتا تمام میتونید از اون استفاده کنید. و نکته مهم دیگش اینه که شما هم میتونید کاملا خصوصی داشته باشید این جی پی تی رو، یعنی به جز شما هیچ کس دیگه دسترسی نداشته باشه، به خصوص برای اطلاعاتی که اطلاعات شخصی خودتونه، اطلاعات شرکتتونه، یا میتونید به صورت عمومی ارائهش بدید. مثلا همون مثالی که زدم، یک گیم خاصیه یا یک نوع مثلا اشعار مولوی به انگلیسی، همچین مثال هایی. و یک حالت بازارچه جی پی تی ها داره که شما میتونید دسترسی داشته باشید به جی پی تی هایی که بقیه تولید کردن. البته اون مارکتی که برای جی پی تی ها در نظر گرفتن قرار بود این ماه ارائه بشه قابلیتش، اما اوپن ای آی اعلام کرد که تا احتمالاً سال دیگه ارائه بشه، یه مشکلاتی پیش اومده احتمالاً براشون که نتونستن این ماه ارائهش کنن. ولی در کل به نظرم خیلی قابلیت جالبی، به خصوص وقتی یکی شخصی خودش برای یه کار خاصی میخواد تمرکز کنه و تو اون استفاده کنه، خیلی جالبه. و اینقدر استقبال از این جی پی تی ها زیاد بوده که اوپن ای آی اعلام کرده که تا یه مدت ثبت نام چت جی پی تی پلاس رو میبنده، یعنی ثبت نام جدید قبول نمیکنه، اینقدر سر این اعلام جی پی تی ها ثبت نام زیاد شد. خب بریم سر وقت چند تا خبر پزشکی. یکی این که یک مقاله هست به این اسم که توی نیچر چاپ شده که ادعا کردن که با استفاده از هوش مصنوعی میتونن با استفاده از تصاویر سی تی سرطان پانکراس رو تشخیص بدن. این از چه جنبه مهمه؟ چون الان خیلی عادی شده که با استفاده از هوش مصنوعی روی تصاویر پزشکی تشخیص داده میشه و این کمک میکنه برای تشخیص. اما این نکته جالبش اینه که تصاویر سی تی واقعا کنتراستشون پایینه. ببین اینه تصویر اصلی که کنتراستش هیچ تغییری داده نشده، اینه. و مثل تصویر امارای نیست که کنتراستش خیلی جزئیات توش خوب دیده بشه، توی تصویر سی تی واقعا هم جزئیات کم دیده میشه، هم تشخیص دادنه که این الان چیه این چیه خیلی سخته. برای همین اینکه این مدل از روی این تصویر کم کنتراست میتونه این موضوع رو تشخیص بده خیلی چیز عجیبیه. و این توی این مقاله گفته شده که تشخیص این سرطان از روی این تصاویر سی تی حتی برای پزشکای متخصص هم کار خیلی سختیه، و اینکه یک مدل هوش مصنوعی تونسته این کار رو انجام بده خب خبر خیلی جالبیه. یه خبر دیگه که از اون هم جالبتره اینه که حالا همونطور که گفتم تشخیص یه سری چیزای تشخیصهای پزشکی از روی تصاویر پزشکی الان خیلی عادی شده، به خصوص توی حیطه تحقیقات هوش مصنوعی توی پزشکی که من توش هستم، خب برام خیلی عادی شده دیدن اینا. اما توی این مقاله چیزی که اعلام کردن اینه که از روی صدای شخص میتونن دیابت نوع 2 رو تو اون شخص تشخیص بدن، و خب این خیلی عجیبه، و فقط با شنیدن 10 ثانیه از صدای اون شخص. این مدل AI اومدن روی یه تعداد صدای یه تعداد کسی که دیابت نوع 2 دارن و یه تعداد کسی که دیابت نوع 2 ندارن آموزش دادن، و نهایتاً این مدل تونسته یاد بگیره که یک سری تغییرات کوچیک فرکانسی روی صدای شخص، یا مثلا اون تون صدای شخص یه مقدار تغییر میکنه، از روی اون میتونن تشخیص بدن که اون شخص دیابت نوع 2 داره. و این تغییرات فرکانس و
تون صدا انقدر کمه که خب برای گوش انسان عادی قابل تشخیص نیست، فقط اون سیگنال های صوتی رو AI میتونه تشخیص بده و اینکه فقط با صدا بشه این موضوع رو تشخیص داد خیلی عجیبه. با این دو موردی که گفتم میخوام حالا برسم به این. این یه آفیس دکتر مجهز به هوش مصنوعیه و یه جوری مثل یک کابینه که یک شخص میتونه بره توش بدون اینکه هیچ شخص دیگه ای توش باشه. این کابین همه کارا رو میکنه، از شخص آزمایش های مختلف میگیره، حالا قد و وزن و چیزای ظاهری رو میبینه، یه سری اسکن ها میکنه که حالا باید دید که با چه دستگاه هایی این اسکن ها رو میکنن، چون هر اسکنی نمیشه کرد، و یه سری آزمایش خون میگیره، آزمایش عصب میگیره، اطلاعات ژنتیکی فرد رو بررسی میکنه و بر اساس همه این اطلاعات اولا این رو به دکتر مربوطه منتقل میکنه و خیلی توی انجام همه آزمایشات صرفه جویی میشه. دوما اینکه یه سری چیزها رو میتونه تشخیص بده و از نظر پیشگیرانه به قول معروف خیلی میتونه کمک کنه. میتونه مثلا تشخیص بده که این شخص میتونه مستعد فلان بیماری باشه و این خیلی کمک میکنه به جلوگیری از خیلی بیماری ها. و خب همین خبر قبلی که دیدیم از روی صدا یه سری چیزها رو میشه تشخیص داد و صدای شخص هم شاید ضبط کنن از روی اونا خیلی چیزها رو تشخیص بدن و خیلی داره جالب میشه. البته این هنوز یک طرف مفهومیه و مال شرکت گو فوروارده، اما واقعا شرکتیه که خیلی اشخاص خبره و زبدهی توشن، یعنی اشخاصیه که قبلا توی گوگل سمتهای مهم داشتن، توی اپل، توی دیپ مایند گوگل، و واقعا آدم هایی هستن که میدونن دارن چیکار میکنن و خیلی ارزش شرکت رفته بالا و میشه انتظار داشت که همچین چیزی رو بتونن پیاده سازی کنن. و ظاهرا خب یک اپ موبایل هم داره که شما وقتی میرید اطلاعاتتون رو میتونید تو گوشیتون هم داشته باشید، علاوه بر این که به یک مطب دکتری انتقال داده میشه اطلاعاتتون. خب این از خبرهای پارت اول، امیدوارم براتون جالب بوده باشه. یادتون نره که پارت بعدی هم هست و با فاصله کمی از این پارت اونم آپلود میکنم و واقعا خبرهای توی اون خیلی جالب تر از اینه. شانسی من دیدم که احساس میکنم یه مقدار چگالی خبرهای جالب تو اون یکی بیشتره، برای همین اونم از دست ندید، حتما ببینید. به ترتیب اهمیت اصلا من نذاشتم خبرها رو، ولی خبرهای توی اون یکی ویدیو هم خیلی جالبه. مثل همیشه خیلی ممنون از همراهیتون و فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.